از اون کمپ با اون کمپ فرار بودم، شبا گاهی وقتا خونه می آمدیم، دیدم سخت نمیشه، مثلا یا کشته میشم یا یکی رو میکشم یا باهاشون کار کنم، دیگه دولتم بفهمه که من با طالب هستم، دیگه دولتم دنبال ماست، یا خودم کشته میشم. و خاطر این فرار کردم دیگه. اسم من ذبیح الله است، 22 ساله هستم، تقریبا 21 ساله بودم، 22 ساله الان هستم. اصلا هیچ خوب نبود، هیچ راضی نبودم. خب جنگ بود، طالبان بود، داعش بود، مافیا بود، دوز بود. خب من اومدم اینجا فقط زندگی کنم و از مرگ فرار کردم. همین اول که خب میگفتن که اینگار مثل دولت سربازگری میکنن، میگن باید ما دولت یه چیز دیگه است، میگن ما یه چیز دیگه هستیم، با دولت میجنگیم، باید شما بیای با ما همکار باشید. بعدش هم چند بار خواهر ما خواستگار کرد و بهشان ندادم، چند بار ندادم، بالاخره با زور گرفت، آخرش هم از دستشان کشته شد. آره آره احساس نه، چند بار من چیز کردن، خب سربازگری میکردن، چند بار خبر دادن، باید میگفتم بیا با امریکایی ها میجنگیم، سربازگری میکردم، من فرار کردم. زندگی من همیشه مثلا ما کم زندگی میکنیم، از اون کمپ با اون کمپ فرار بودم، شبا گاهی وقتا خونه می آمدیم، دیدم سخت نمیشه، مثلا یا کشته میشم یا یکی رو میکشم یا باهاشون کار کنم، دیگه دولتم بفهمه که من با طالب هستم، دیگه دولتم دنبال ماست، یا خودم کشته میشم. و خاطر این فرار کردم دیگه. اگر طالبان مثلا تو بیرایا می آمدم، از کو افغانستان میخواستم ترک کنم، از کوه طالبا بگیرن میگن اینجوری چرا ریش زدی، نمیدونم سوال های عجب غرایب میپرسه، یک شو نتونست جواب بده سرتو میبرن. ما یه زمین داشتیم، پرختیم، قاچاقبار پیدا کردیم، پول بهش دادم تا منو برسانن اروپا، 12,000 دلار. تا ترکیه را پیاده آمدیم، پاکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، تا ترکیه را پیاده آمدیم. از ترکیه این بر دیگه نمیدانستم کجا اروپا است، کجا چی است، فقط تو کامیون شبا قاچاقچی ها نگر میداشتن، راه پیدا میکردن، ما را مینداختن تو کامیون ها 5 تا 6 تا، نمیدانم راننده خبر داشتن نداشتن، همینجوری میامدم. انگلیسی هم بلد نبودم، اسپانیایی هم، بپرسم اینجا کجا است کجا نیست، چجوری همش تو کامیون بودیم، اسپانیا تا اسپانیا رسیدم، من همون قاچاقچی آوردن، 4 نفر بودیم، با قاچاقچی 5 نفر بودیم، مسافر 4 نفر، اونا پامیل داشتن، بلد بودن، رفتن. من این بیلباو گفت قاچاقبارم داشت میرفتم، من گفتم کجا میره، من اینجا کسی رو ندارم، گفت یه دقیقه وایسی من خرید میکنم میام. بعد همین رفت دیگه، بر نگشت، نمیدونم کجا رفت. برای من خیلی سخت بود، 2 روز 3 روز سخت بود، بعد از 2 روز 3 روز سخت نبود، چون تو خیابان 2 روز ماندم و هیچی نخوردم، سخت بود واقعا، اونجا گریم هم اشکم هم بر آمد، گرست نبودم، خسته بودم، چند آدم ها کمک خواستم، کمکم نکرد. جواب من هنوز که نیامدن. خب با وکیلم صحبت کردم و اینا، گفت وایس لازم، وایستادن لازم است، میگه وایس هنوز معلوم نیست، تو دولت بهت چی میگن، قبولی بهت میدن نمیدن، الان هنوز من هیچ چی نمیفهمم، آخه بالاخره مشکل من چی میشه، هنوز من نمیدونم، همینجور درسامو میرم، فقط درس میخونم و همین چیز. آره من فقط اینجا خوشبختم، خوشحالم، گاهی وقتا نگرانم که تقریبا 1 سال شد بلا تکلیفم، نگرانم دیرتر جوابم بیاد، نگران نیستم، آیا میترسم افغانستان بر نگردم، همین چیز، فقط افغانستان بر نگردم، دیگه چیز خواسته ندارم. سیار چجوری اینجا فرق نداره، با همه با یکسان با اندازه کمک میکنه، ولی تو افغانستان زندگی خوش نداشتم، ولی سیار با همه با یک اندازه کمک میکنه، ولی آزادی هایی که اینجا دارم، جنگ اینجا نیست، ترس
اسپانیا یعنی قبلا نمیدانستم، الان که میفهمم یک از کشورهای مورد علاقه است، چون از زبانش که چیز نمانده یاد بگیرم. خب اینی که عشقمه، موزیکش از یاد دوست دارم. خب دو بیلباو، بیلباو مالاگا را بیشتر از همه دوست دارم که چون بلد هستم اینجا. اسپانیا، مردم اسپانیا میشه خونش گرم است، دلش گرم است، میشه دوست شد، میشد راتو. یعنی من اینجا خیلی خوشحالم، جام امنه، ولی ترس دارم یه روز بلا تکلیفم برم نگردانن افغانستان. از این ترس دارم، ولی خوشحالم که اینجا هم گاهی وقتا باورم نمیشه. گاهی وقتا ترس دارم که من بلا تکلیفم منو بر نگردانن افغانستان. همین جواب بهش هم میگفتم که مثلا برای توریستی، برای یک ماه برن افغانستان بتونم برگردن، با من قبول ندن. اگر بتونم برگردن قبول ندن، اگر نتونن قبول بدن. وضعیتش خب یه دو تا داداش دارم که نمیتونم مدرسه برم، مادرم هم پره نمیتونن کار کنن. خب خودشان هم میفهمم تو افغانستان زن کار کردن قطعنه، بازم تو روستاهای ما اصلا کار نیست، کار نمیتونن بکنن. خب من برادرم رو میخوام بیارم اینجا با مادرم، اگر باشد، اگر نشد دیگه چیکار کنم؟ زندگیم یه زندگی، آرزوم یه چیز دیگه است، اما زندگی معمولی میخوام، آرزوم اینه که خواننده اسپانیایی باشم.